به نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. سرخط خبرها: نشست افغانستان، ازبکستان و آذربایجان در کابل. وزارت صنعت و تجارت میگوید درباره همکاری های منطقوی، توسعه تجارت و ترانزیت و جلب سرمایه گذاری در کشور گفتگو شده. کزاکان یا دغسی ازبکان دی تدیر هده کوشش کیسی دی افغانستان لار جنوبی آسیا سره وصل سی او خپل هغه نړیوال پروژې لدی لارې عملی کی. ادامه خواست ها بر تعامل جهان با امارت اسلامی. کاردار امارت اسلامی در پاکستان میگوید برای ثبات دائمی در منطقه تعامل با امارت اسلامی یک نیاز جدی است. دولت افغانستان بر تمام نقاط کشور کنترل دارد و این واقعیت باید مورد قبول همگان باشد. بنابر این تعامل با امارت اسلامی برای ثبات دائمی منطقه بسیار ضروری است. صادرات سنگ‌های معدنی افغانستان از چابهار به چین. معاون امور بندری سیستان و بلوچستان ایران گفته حدود 12 متر افغانستان که وارد این کشور شده بود به چین انتقال یافته. 12 متر معدن که از نیمروز حرکت کرده به طرف چابهار رفتن و علی امروز از چابهار لودنگ صورت گرفته و کشتی بار شده به طرف چین، یک خوشبختی است. و شناسایی 3 مورد مثبت آبله میمون در خیبر پختونخوا. بر بنیاد گزارش ها این افراد به تازگی از امارات متحده عربی به پشاور برگشته بودند. شما بخیر. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، از پسته های تازه ایجاد شده در امتداد خط فرضی دیورند در ولسوالی دانگام کنر دیدن کرد. وزارت دفاع در صفحه ایکسش نگاشته که سرپرست وزارت دفاع در این دید و بازدید توصیه های لازم را به منصوبین در جهت دفاع از سرحدات و تمامیت ارضی کشور ارائه کرده و بر ایجاد پسته های امنیتی، فراهم سازی امکانات و تدارکات اطمینان داده. وزارت دفاع همچنان می افزاید که بزرگان محل در دیدار با سرپرست این وزارت از کارکردهای وزارت دفاع ستایش کرده. نشست سه جانبه افغانستان، ازبکستان و آذربایجان در کابل برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید در این نشست درباره همکاری های منطقوی، توسعه تجارت و ترانزیت و جلب سرمایه گذاری در کشور گفتگو شده. سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزاری این گونه نشست ها را در رشد و توسعه تجارت مهم عنوان میکند. نشست سه جانبه به میزبانی سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور و با شرکت وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان و معین وزارت اقتصاد آذربایجان و هیئت همراهشان در کابل برگزار شده است. در این نشست درباره توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی و لوجستیک، مواد ساختمانی، مکانیزم تطبیق پروژه تولید سمنت در شمال افغانستان، همکاری های منطقوی، استفاده مؤثر از راه ابریشم جدید، خط آهن و حضور و فعال شدن افغانستان در سازمان اقتصادی ایکو بس و گفتگو شده است. کزاکان یا دغسی ازبکان دی تدیر هده کوشش کهی سی دی افغانستان لار جنوبی آسیا سره وصل سی او خپل هغه نړیوال پروژه لدی لارې عملی کی. دی ډیر لیواله دی او د موږ مسولین هم باید ډیر اماده اوسیږي او ډیر موږ په هغه بخشو کې باید له دوی مرسته وغواړو یا کومک وغواړو په کومو کې چې دوی ګټور ثابتېدلی سي. در کنار این نشست دو جانبه میان هیئت از ازبکستان و افغانستان نیز برگزار شد که در آن درباره ایجاد خانه های تجاری در افغانستان و ازبکستان و سرمایه گذاری در مرکز تجارتی بین المللی ترمز گفتگو کردند. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به منظور توسعه و گسترش روابط بازرگانی با کشورهای آسیای میانه در 3 سال پسین حدود 40 هیئت بلندپایه از این کشورها به افغانستان آمده و تلاش می شود تا میزان صادرات افزایش یابد. آمدن امارت اسلامی وزارت تجارت و صنعت تلاش میکنه که از وابستگی یک کشور خلاص شوه و به آسیای میانه روی آورده و در 3 سال تقریبا اضافه 40 هیئت به سطح وزیرا و به سطح معاون صدر اعظم و صدر اعظم و اینطور اشخاص و افراد به افغانستان سفر کرده.
همزمان با این کاردار امارت اسلامی در پاکستان در یک نشست مجازی میگوید که در سال پار بیش از 2 میلیارد دلار صادرات از افغانستان به بیرون از کشور صورت گرفته که از این میان ارزش 1 میلیارد و 178 میلیون دلار به پاکستان و ارزش 416 میلیون دلار صادرات به هند انجام شده است. سال گذشته افغانستان به ارزش 2025.3 میلیون دلار کالا به شمول میوه‌های خشک و تازه صادر کرده است. از این میان به ارزش 1178 میلیون دلار صادرات به پاکستان، 416 میلیون دلار به هند، 34 میلیون دلار به امارات متحده، 28 میلیون دلار به چین و 27 میلیون دلار به ایران صادرات شده است. این در حال است که در 3 سال پسین به هدف توسعه و گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، نمایندگان شمار از کشورها به شمول چین، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، پاکستان، بریتانیا، روسیه، قطر و ایالات متحده به افغانستان آمده و با مقامهای امارت اسلامی دیدارهای داشتند که از این میان چین و قطر در افغانستان عملا سرمایه گذاری کردند. کاردار امارت اسلامی در پاکستان میگوید برای ثبات دائمی منطقه تعامل با امارت اسلامی یک نیاز است. سردار احمد شکیب در نشست مجازی انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان افزود که امارت اسلامی به دنبال تعامل سازنده با تمامی شریکانش است. در این نشست یک دیپلمات پیشین پاکستان نیز تاکید میکند که ایالات متحده و متحدانش در 20 سال گذشته علاقه برای برقراری صلح در افغانستان نداشتند. کاردار امارت اسلامی در پاکستان در این نشست مجازی که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد درباره 3 سالگی امارت اسلامی در افغانستان برگزار شده است، میگوید که تعامل با امارت اسلامی برای ثبات دائمی منطقه یک نیاز جدی است. سردار احمد شکیب سیاست امارت اسلامی را اقتصاد محور میخواند و میافزاید که حکومت سرپرست به دنبال تعامل سازنده با همه شریکانش است. امارت اسلامی با توجه به سیاست های اقتصاد محور خود به دنبال تعامل سازنده با همه شرکایش است که دولت افغانستان بر تمام نقاط کشور کنترل دارد و این واقعیت باید مورد قبول همگان باشد. بنابر این تعامل با امارت اسلامی برای ثبات دائمی منطقه بسیار ضروری است. آقای شکیب میگوید که تفاوت‌ها در هر کشوری وجود دارند و به باور او این تفاوت‌ها نباید بهانه برای اعمال ظلم به مردم افغانستان و حکومت سرپرست افغانستان شود. میخواهم تاکید کنم که تفاوت‌ها میان کشورها وجود دارد. هیچ کشوری نیست که تفاوت‌ها و عدم توافق‌های داخلی و یا با کشورهای دیگر را درباره بعضی از موضوعات نداشته باشد. بنابر این تفاوت‌ها تنها از طریق گفتگو حل می شود و احتمال دارد که این تفاوت‌ها در امارت اسلامی هم وجود داشته باشد که نباید بهانه برای ظلم به مردم و تحریم قرار گیرد. در این نشست مجازی یکی از دیپلماتان پیشین پاکستان میگوید که ایالات متحده و متحدانش علاقه برای برقراری صلح در افغانستان نداشتند و آنان در 20 سال گذشته اشتباهاتی را در افغانستان مرتکب شدند. این نشان می‌دهد که ایالات متحده و متحدانش در آوردن صلح در افغانستان علاقمند نبودند. اگر در بازیافت صلح جدی می‌بودند، آنان پیشنهاد طالبان برای گفتگو را رد نمی‌کردند و یا آنان را از جلسه بن و یا دولت اشرف غنی را از کنفرانس دوحه کنار نمی‌گذاشتند. این در حالی است که تا اکنون با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است. وزارت داخله از بازداشت عامل قتل حمید جلال خبر می‌دهد. وزارت داخله می‌افزاید عامل این رویداد بازداشت شده و پس از انجام بررسی برای اجراءات بعدی به محکمه نظامی معرفی خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها حمید جلال که محصل نیز بود، روز سه‌شنبه پس از سبقت موترش از موترهای نظامی با ضرب گلوله به قتل رسید. امنیتی مسئولین له طرفه عامل نیول شوی دی، پیش تر سیډونو لاندې دی او تر بشپړېدو وروسته به د بعدي اجراءاتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي او انشاءالله چې د شرعي اصولو په رڼا کې به محاکمه شي.
نخستین محموله ترانزیتی حامل سنگ‌های معدنی افغانستان از طریق بندر چابهار به چین صادر شد. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران گفته حدود 12 موتر حامل سنگ‌های معدنی ترانزیتی افغانستان که از ولایت نیمروز وارد این کشور شده بود به چین انتقال یافت. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با تایید این موضوع بندر چابهار را بدیل خوب تجارت با پاکستان برای انتقال کالاهای صادراتی افغانستان به کشورهای اروپایی و هند می‌داند. بندر چابهار که از مهمترین بندرهای بحری در دادستد است و افغانستان نیز از این بندر میتواند اموال صادراتی خود را به کشورهای چین، هند، بنگلادش، ترکیه و از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی صادر کند. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران در گفتگو با یک رسانه ایرانی افزوده که نخستین محموله ترانزیتی حامل سنگهای معدنی افغانستان که شامل 12 موتر می شود از طریق بندر چابهار به چین صادر شده است. ما باید این را همینطور نمانیم و باید ادامه بدیم و ما سر رای همین مشکلات تکنیکی که در چابهار موجود هستند، یا مسائل ترانسپورت است، یا مسائل امنیتی است، یا مسائل تکنیکی است، مسائل کشتی است، مسائل انتقال پول است، این مسائل باید حل بکنیم. برخی از بازرگانان میگویند که هزینه انتقال کالاها از طریق بحر کمتر است و نیاز است تا تحصیلات در بندر چابهار فراهم شود که از این طریق در زمان کوتاه اموال بازرگانی به کشورهای منطقه و جهان صادر کنند. از بندر عباس ما برای صادرات اقلام زراعتی خود استفاده میکنیم که زمان گیر است و زمان بیشتر نیاز داره، به خاطر بیشتر از یک ماه ما وقت نیاز داریم، اما بندر چابهار میتونه که زمان صادرات ما را پایین‌تر و هزینه را کمتر بسازه. طریق چابهار برای ما یک راه جور کنه که فقط مال ما، صادرات ما یکمتم شروع کنیم به طرف هندوستان و به طرف چین و به طرف ترکیه، که ما تقریبا 3 سال شد که این فصل وطن ما شروع میشه. در این فصل وطن ما پاکستان یک بانه را جور میکنه، دیگه تورخم بند میکنه، را برای ما مضبوط میسازه، تمام منابع در میوه و سبزی ما مکمل فاسد میشه. به باور برخی از آگاهان، چالش ها در تجارت با پاکستان از جمله بلند بودن تعرفه گمرکی بالای میوه و سبزی تازه، درخواست ویزه، پاسپورت و جواز ورود موقت از رانندگان افغان برای ورود به این کشور و مسدود شدن چندین روز گذرگاه های پاکستان برای موترهای باربری افغانستان در این اواخر و بستگی بازرگانان افغان را به بندر چابهار برای انتقال کالاهای صادراتی افزایش داده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید با وجود پیشرفت‌ها در بخش‌های گوناگون، هنوز هم برخی‌ها در خارج از کشور زیر نام‌های گوناگون به دنبال منافع شخصی خود هستند. خیرالله خیرخوا به آن که از کسی نام ببرد می‌افزاید، آنان باید دست از مخالفت بردارند و دوباره به کشور برگردند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان به این باور است که اکنون تعصبات قومی و سمتی در کشور از بین رفته. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در برنامه به مناسبت 24 اسد سال روز به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کابل میگوید که با وجود پیشرفت‌ها در بخش‌های گوناگون، هنوز هم برخی ها در خارج از کشور زیر نام‌های مختلف به دنبال منافع شخصی خود هستند. خیرالله خیرها به آن که از کسی به طور مشخص نام ببرد، از آنان می‌خواهد که دست از مخالفت بردارند و دوباره به کشور بازگردند. اغوی هم تاسو موږ هم دا غوړي ساله او وینا دا ده چې نور زد مکوي د خپل عقل کار واخی، کای اسلامي اصول، اسلامي نصوص، اسلامي ته کړنلاري ته ونه ګوري. خدای مکه لږ د عقل کار واخی، دغه مقایسه هم لږ وکړي، زد پرې دی او خپل وطن ته راس. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش دیگر سخنانش از جوانان میخواهد تا از فرصت پیش آمده و ظرفیت های خود برای تأمین هرچه بیشتر وحدت و بازسازی کشور کار بگیرند. خیرالله خیرخواه همچنان می افزاید که اکنون تعصبات قومی و سمتی در کشور از بین رفته است. هغه ناری ختم شوی چه د قوم په نامه و د وطن په نامه و د ولایت په نامه و د منطقی په نامه و د ولسوالی و د ولایت په نامه، هغه ناری ختم شوی دی. نن به ټول لاس سره ورکوي لکه چې وینو یې غواړو به چې د خپل دغه مظلوم ولس خدمت وکړای شو. پیش از این سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تأمین وحدت میان شهروندان کشور تاکید کرده بود و شهروندان کشور خواسته بود تا به خاطر تأمین وحدت تلاش کنند.
دوباره خوش آمدید. اعضای رهبری جنبش اعتراضی چمن میگویند شمار افرادی که به هدف ناکامی این حرکت تلاش می‌ورزیدند از این جنبش اخراج شدند. به گفته آنان مسئولان محلی پاکستان به هدف تضعیف و ناکامی اعتراض‌های جنبش چمن از این افراد پشتیبانی می‌کرد. پس از آغاز دور دوم اعتراض‌ها در چمن، اعضای رهبری جنبش اعتراضی چمن میگویند که شماری از افراد از سوی مسئولان محلی پاکستان در میان آنان جابجا شده بودند و تلاش میکردند تا این اعتراض را ناکام سازند. آنان همچنان میافزایند که این افراد اکنون از صف اعتراض کنندگان اخراج ساخته شدند و جنبش نسبت به گذشته بیشتر قوی شده است. تجمعات نمایندگی پنامه باندې پرلت لراکلل او بیا د کوم پرستی کول دا د زیو خلی کولې په دې وطن ته معلومه ده. اول خو د ټولو دا بیا تاره ده که دوی موږ غواړي ږغ دې وکړي کوم ځګای لره دوی موږ غواړي موږ هغه ته ورسو د دې شټیټ مشرته ورکوو سیموارو خلکو ته یې ورکوو چاسوسانو ته یې نه ورکوو. اعتراض کنندگان چمن میگویند که خواست اساسیشان رفت و آمد بدون ویزا و پاسپورت در گذرگاه چمن سپین بولدک است و تا زمان پذیرفته نشدن خواستهایشان به این اعتراض ها ادامه خواهند داد. دا به دورن لندی دا به پاسپورت ملکت تان پاسپورت نمانو پر دورن لند مر دویسا نمانو پر دورن لند دی پا مر دورن لند منی نن پا دی لشکر کی پا دی ملت پال پارتوی کی آغا زوانان دی آغا سربازان دی چا وقت پلی جنازی پورتا کری دی پا خپل منز کی بی اتفاقی او په خپل صفو کې رنجش او راسی د خپل قام قدمه در منزل ورسو نه در رسیدلې. پس از پذیرفتن خواستای اعتراض کنندگان چمن به تاریخ 21 جولای سال روان میلادی از سوی حکومت ایالتی بلوچستان این اعتراض پایان یافت، اما با عملی نشدن وعده های داده شده از سوی حکومت پاکستان باشندگان چمن و اعضای احزاب ملیگرا دوباره اعتراض چمن را اثر گرفتند. با گذشت 3 سال از متوقف بودن کار لین برق 220 کیلوولت بامیان دوشی، والی بامیان میگوید به زودی کار روی آن را دوباره آغاز خواهند کرد. والی بامیان میگوید سرپرست وزیر انرژی و آب در نشستی به او از روی دست گرفتن کاروبار این لین برق اطمینان داده. سوی هم باشندگان بامیان که بیشتر آنان به نور برق دسترسی ندارند از حکومت سرپرست خواستار عملی شدن این پروژه هستند. کار خط لین برق 220 کیلوولت بامیان دوشی با ظرفیت 300 مگاوات برق در سال 1397 خورشیدی آغاز شد و قرار بود تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود، اما برای کار آمدن دوباره امارت اسلامی کار آن با 70% پیشرفت متوقف شد. اکنون والی بامیان میگوید که در گفتگوی با وزارت انرژی و آب روی تکمیل شدن این لین برق گفتگو کرده است. به گفته عبدالله سرحدی وزارت انرژی و آب وعده سپرده است که کار لین برق 220 کیلوولت بامیان دوشی را به زودی روی دست خواهند گرفت. ملاقات با وزیر آب و انرژی لیل الهام برای ما اطمینان داد که انشالله موضوع برق ما کوشش میکنیم که برابر شوه، با بامیان برق آورده شوه. 70% کار پیش رفته، 30% ما تا در این مورد ما انشالله کوشش میکنیم که مشکل حل کنیم. همکنون بیش از 4000 خانواده در شهر بامیان از خدمات برقرسانی دولتی مستفید می شوند، اما از رفت و برگشت و هزینه های بلند آن شکایت دارند. این باشندگان از مسئولان در حکومت سرپرست می خواهند که از بهر تأمین نور برق به چالش های آنان رسیدگی کنند. متاسفانه ما در 24 ساعت در حدود 3 تا 4 ساعت از طرف شب برق داریم، از طرف روز برق نداریم و هیچ گونه وسایل الکترونیکی را در روز نمیتونیم استفاده بکنیم. برق دولتی استفاده میکنیم، در شرایط فعلی متاسفانه کاروبارم که هیچ نیست و قیمت برق هم فی کیلوواتش 50 افغانی است و برای ما بسیار سنگینی میکنه. بامیان کسه برشنا برقی درست نداره، بعضی وقت هست بعضی وقت نیست و همچنان قیمتش هم خیلی بالا است. به مول لحاظ ما از برق برشنا استفاده نمیکنیم به دلیل که ما صبح تا شام در برق نیاز داریم ولی برشنا نیست. متاسفانه بعضی وقت هست بعضی وقت نیست. بامیان با داشتن 7 ولسوالی یکی از ولایت های مرکزی کشور است که بیش از 90% خانواده ها از داشتن نور برق محروم هستند و بسیاری از این خانواده ها ناگزیر از نور برق آفتابی در خانه هایشان استفاده کنند.
ادامه خبر دستور نیوز. یک بانو با ایجاد یک رستوران در شهر مزار شریف برای شماره از بانوان دیگر نیز زمینه کار را فراهم ساخته. شماره از بانوان که به این رستوران می آیند از مسئولان در حکومت سرپرست می خواهند تا از بانوان متشبث پشتیبانی کنند. سوی هم ریاست صنعت و تجارت بلخ به پشتیبانی از هر گونه فعالیت و کارکردهای اقتصادی بانوان در این ولایت اطمینان می دهد. شایسته حکیمی 45 ساله که مادر 3 فرزند است، پس از مرگ شوهرش و مسئولیت سرپرستی کودکانش، با ایجاد این رستوران ویژه بانوان در شهر مزار شریف، هزینه زندگی خود و فرزندانش را تامین می کند. او می گوید که نخست با 16 هزار افغانی دست مایه این رستوران را در خانه خود ایجاد کرده و اکنون نزدیک به 1 میلیون افغانی را در این رستوران هزینه کرده است. ما 12 نفر خانم ها شب و روز کار میکنیم. غذاهایی که ما تهیه میکنیم غذاهای خانگی هست، از قبیل منتو هست، بورک هست، کلچای بدخشی هست، سمبوسای داشی هست، سمبوسای روغنی هست. افزون بر بانو شایسته، حدود 12 بانوی دیگر نیز در این رستوران کار میکنند و از این رهگذر چرخ روزگار خود را میچرخانند. از وقتی که مکتبای مرسات شد بسیار جگرخون شدم، در خانه بسیار خسته بودم، در اینجا که میایم خب خیلی برم خوب میگذره، خیلی آشپزی چیزها یاد گرفتم. ای وقتی که دمیج آمدم شوهرم هم نمیگم که برای ما پول بده خرچ و مصرفی اولاداره، اما خودم میدانم ای همیجا خرچ و مصرفی همینا را کشیدن. شماره از بانوانی که به این رستوران می آیند می گویند که با ایجاد این رستوران برای آنها نیز سهولت های زیاد فراهم شده است و باید مسئولان از این گونه فعالیت بانوان پشتیبانی کنند. بسیار خوب است. وقت صبح میشه که از رستوران هر چیز بخواهیم بر ما است، وقت چاشت شب هر وقت که خواسته باشیم، میمان باشه یا یگان جای بریم، بر ما بسیار سهولت است، تیارتر میگیریم با صحی. بسیار جای خوب است، در منطقه خود ما جای تفریگاه است، جای خانمه هم دختر هم هستند و میخواهیم از دولت اینا را حمایت کنند. ریاست صنعت و تجارت بلخ میگوید که امارت اسلامی از هر گونه فعالیت و کارکردهای اقتصادی بانوان در این ولایت پشتیبانی میکند و تلاش میورزند تا در هماهنگی با نهادهای همکار زمینه های بیشتر را برای آنان فراهم سازند. موج مختلف و انجوگان و موساد سرم و تفاهم نعمل رو چه دقیقه پر اساس دی کار دی ابتدانا تر انتها پوری مجد مساتو نا لیدن او سارنه کو او دسی او کاری فرصت مورت مساعد کرده ده. مسئول این رستوران میگوید در صورت که از سوی نهادهای همکار پشتیبانی شود، می تواند برای زنان و دختران زیاده فرصت های شغلی را فراهم سازد. کشاورزان در کندهار با بار دیگر به کشت کچالو رو آوردند. شمار از کشاورزان در این ولایت می گویند افزون بر این که کشت کردن کچالو برای آنان هزینه کمتر دارد، اما بدیل مناسب برای کشت مواد مخدر نیز شده. در همین حال معین وزارت زراعت و آبیاری می گوید به هدف گسترش دیگر کشت های بدیل مواد مخدر تلاش ها جریان دارد. مرویس 41 ساله در منطقه دهکوچه در ناحیه هفتم شهر کندهار در 5 ریب زمین کشاورزی خود کچالو کشت کرده. می گوید که نسبت به کشورهای همسایه کیفیت کچالوی کندهار بهتر است. او کچالو را بدیل مناسب برای کشت مواد مخدر در این ولایت می داند، اما از مسئولان در حکومت سرپرست می خواهد تا کشاورزان را پشتیبانی کند. سمر سره خلک کومه کو کې د زراعت ولا اسلامي امارات مسر کومه کو ان شاء الله مر بشن چې دا کارګر خلګي مر ته ولاړی درې کاسه مر دای ورته ولاړی درې نیم خورواره اکم تعداد مر درې خورواره دی در دغه پاکستان در پټاټو دغه د کندهار پټاټی چې جی هغه اوم د زراعت پر برابر د بسګر پر برابر اوم د اقتصاد پر برابر و خلګو ته شته تمامیز. معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید که به هدف گسترش دیگر کشت های بدیل مواد مخدر نیز تلاش ها جریان دارد تا از این ره گذر اقتصاد کشاورزان تقویت شود. مون په ټول افغانستان کې ډیر زره مترګه مسد اصلاح شوی تخم مسه توزیع کړی ده چې آینده د پر ټارګټ مونږ مسه د 15 زره ور کړی ده، نو ان شاء الله د مونږ مسه د بدیل په حال کې مونږ مسه د مخ روان په ټاټو حاصلات کم لرو، غواړو چې دا غزیات سی او دا خودکفایی او دا واردولو څخه موږ خلاص. این در حال است که پس از منع کشت مواد مخدر در کشور، بیشتر کشاورزان در کندهار
به کشت زعفران، کچالو، ریحان، انگوزه و سویابین رو آورده اند. تخار از افزایش 2000 هکتار زمین کشت شالی نسبت به سال پار در این ولایت خبر می‌دهد. با افزایش کشت شالی خوشبینی‌ها از افزایش فرآورده های برنج در این ولایت نیز بیشتر شده، اما شمار از کشاورزان کمبود آب را چالش جدی فرارای فعالیت های کشاورزیشان می‌دانند و از مسئولان خواستار پشتیبانی هستند. شالی از فراورده های مهم کشاورزی در افغانستان است که بیشتر در ولایت های شمال و شمال شرقی کشور کشت می شود و پس از برداشت فراورده های گندم فصل کشت نهال شالی فرا می رسد. ریاست زراعت و آبیاری تخار به تازگی می گوید که سال پار حدود 40 هکتار زمین در این ولایت زیر کشت شالی قرار داشت، اما این رقم در سال روان خورشیدی به 42 هزار هکتار زمین افزایش یافته است. با گفته مسئولان این ریاست، با افزایش کشت شالی خوشبینی ها از افزایش فراورده های برنج در این ولایت نیز بیشتر شده است. در سال قبلی 40 هزار هکتار زمین شالی کشیده بود. لله الحمد امسال خوشبختانه 42 هزار هکتار کشیده است. اما شماری از کشاورزان کمبود آب را همه ساله از چالش های جدی فرارای فعالیت های کشاورزیشان دانسته و از مسئولان خواستار پشتیبانی هستند. ابتدای کار از شالی هم احتمال این مره که دیگه حاصل خوب نداشته باشیم، به خاطر از اینکه ما نظر به سال که پیش بینی میکنیم زمستان گذشته خوش بود و قدر به او حد برف و باران نبود. دهقانی مردم خیلی خوب است به خاطر اینکه سال پر باران بود و دهقان نیاز به کمک و همکاری ریاست زراعت دارند که باید در قبال از اینا کمک کنند، به خاطر اینکه اقتصاد مردم ضعیف است و به کمک دولت هم نیاز دارند. پس از گندم، شالی دومین نبات کشاورزی برای کشاورزان در کشور به ویژه ولایت های شمال و شمال شرق است که برنج آن به دیگر ولایت ها به شمول کابل پایتخت نیز صادر می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری آتش سوزی های پیهم در گمرکات کشور را پرسش برانگیز می داند. معاون این اتاق در یک نشست با بزرگان و مقام های حکومتی در هرات خواهان روشن شدن علت آتش سوزی ها در گمرک هرات شده. شماری از بازرگانان که اموالشان در این آتش سوزی از بین رفته خواهان جبران خساره هستند. مسئولان حکومتی در این نشست می گویند علت آتش سوزی روشن نیست و هنوز درباره پرداخت خساره نیز تصمیم نگرفته اند. یک نشست مشترک میان بازرگانان متضرر از آتش سوزی گمرک هرات با مسئولان حکومتی و بخش خصوصی اینجا در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات برگزار شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور میگویند که آتش سوزی در گمرکات کشور از جمله آتش سوزی اخیر در گمرک هرات پرسش برانگیز است. موش پیشنهاد دولت دغه دی چې دغه د پاره باید مشخصه هي حتی انسی سود موش دوه حادثات درلودلې یو په ولدک یو دلته د حادثاتو مشخص کېدل باید موش معلوم سي دا سکتور خصوصي ته هم سوال دی چې باید د دغه رقم حادثات ولې پیښیږي او انګرای کې 50 سال 40 سال قبل ساخته شده هیڅ معیاري نه انګرا ما به عیار به استاندارد برابر نه هر لحظه امکان داره، شاید هم فردا، شاید هم یک دو روز بعد یک حادثه دیگه رخ بده. بر بنیاد آمارهای گمرک هرات، نزدیک به 40 متر حامل کالاهای بازرگانی در آتش سوزی اخیر از بین رفتند. شماری از بازرگانان متضرر اداره گمرک را در مسئله آتش سوزی مقصر می دانند و خواهان جبران خساره هستند. دولت جبران خسارات مردم بده، یک خسارات یا نقدی بده یا که نقدی نمیده، باید معافیت برای مردم بده کسانی که متضرر شده. روند کاری در گمرک ولایت هرات بسیار کند سپری میشه و اکثریت موترها و محصولاتی که داخل گمرک متوقف بودن فقط میتونم بگم به یک امضا باقی مانده بودن یا به یک اندازه کارای بسیار جزئی بوده که اونا متوقف شدن. مسئولان گمرک هرات میگویند که تا هنوز علت آتش سوزی روشن نیست. یک کمیته متشکل از اداره های مختلف دولتی و بخش خصوصی در این زمینه پژوهش می کند. تروس پوری دیدی لامل ندی معلوم شوی. گرد حیعت ولایت کنندانه استخبارات و گمرک پدی بانده تحقیقات شروع کردی ترچو ایده چرنه و کبی و مجرم کس معلوم شی. زین خلق شوی داده سی و قانون دیش دولت پدی که
مسئولیت لري چې دا تاوان ورکړي. داسې ماده موږ ته په فکر کې نه راګرځي، خو موږ دا خواهش ارزو ده چې دولت تر پله وسه پورې ځکه دا ولس دی او کومک ورسره وکړي. آتش سوزی در گمرک هرات پس از حدود یک ماه از آتش سوزی گسترده در بازار تجارتی ولسوالی سپین بولدک قندهار رخ داده است. نزدیک به 3.5 سال پیش آتش سوزی بسیار گسترده و ویرانگر در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داد که صدها موتر حامل کالاهای بازرگانی در آن سوختند. چند ماه بعد دو آتش سوزی نیز در گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه رخ داد. باشندگان ولسوالی پشترود ولایت فرا میگویند به علت دسترسی نداشتن و خدمات بهداشتی با چالش روبرو هستند. به گفته آنان به علت نبود مرکزهای بهداشتی مجهز، بعضی وقتها بیمارانشان در راه رسیدن به شهر فرا و شهر زرنج جانشان را از دست میدهند. در همین حال مسئولان محلی با همکاری مالی یک نهاد مددرسان به مرکزهای درمانی فرا تجهیزات و امکانات بهداشتی و غیر بهداشتی توزیع کردند. اینجا ولسوالی پشترود ولایت فراست که باشندگان آن به خدمات بهداشتی دسترسی کمتر دارند. بیشتر بیماران در این ولسوالی به علت نبود پزشکان متخصص، تجهیزات و امکانات لازم در راه رسیدن به مرکز فرا و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز جانهایشان را از دست می‌دهند. باشندگان این ولسوالی از حکومت خواستار تجهیز مراکز بهداشتی این ولسوالی هستند. آرزوی مردم سالهای سالها ببینه که ارتقا پیدا کنه به شفاخانه، مثلا بستر داشته باشه، مثلا 100 بستر، 50 بستر دیگه، یک دکترای خوب داشته باشه، جراحای خوب داشته باشه. و از امارت اسلامی ما خواهشمنده که مثلا به زودترین فرصت بخش سیر با ما آماده کنه، جور کنه. ما مثلا تا ولایت تا شهر مریض خور نمیتونه ما برسونه. در همین حال ریاست صحت عامه فرا به همکاری یک نهاد مددرسان برای مرکزهای درمانی فرا به ارزش 100 هزار دلار آمریکایی تجهیزات بهداشتی و غیر بهداشتی توزیع می کند. یک قلم طبی و غیر طبی وسایل چپاوی که یک نونس قلم طبی وسایل او طبی ماشینان دی او دولس قلم غیر طبی وسایل دی دا یو لک دالور په ارزښت نه ول سوي دي چې د ولایتي شپخانې په شمول د ولسوالیو په کلینیکانو به طبي کېږي. موږ د تیر کال تر اوسه پورې د طبي وسایلو انتقالات یا خریداری درې ځله دی او غیر طبي مواد دا څلورم ځل دی چې موږ کلینیکونو ته د ضرورت پر مبنا باندې موږ دوی ته خریداری کوو او انتقال کړی مو دی. ولسوالی پشترود از ولسوالی های دورافتاده ولایت فراست که به علت عملی نشدن پروژه های انکشافی در بیش از 20 سال پسین باشندگان آن کمتر به خدمات بهداشتی دسترسی دارند. خبر تازه داریم. شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی با ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای امارات اسلامی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار کرد. این نخستین سفر خارجی ملا محمد حسن آخوند است. تا اکنون جزئیات بیشتر این دیدار نشر نشده. برای جزئیات این خبر تلونیوز را دنبال کنید. سپاسگزار همراهی شما هستیم. اینجا رسیدیم به پایان خبر. ده شبتان بخیر.